صفحه 14 نه 11 ایم الان فکر نکنم موزه. صفحه 14 دقت اندازه‌گیری نگفتیم ها، صفحه 11 هست. صفحه 11 بچون صفحه 11 هم قسمت مهمی داره به نام دقت اندازه‌گیری. دقت اندازه‌گیری، خب اندازه‌گیری اول فرض همیشه همواره با تقریب همراه است. تقریب همراه است یعنی چی؟ تقریب میگیم تقریبا وقتی ما یه جسمی رو اندازه گیری میکنیم میگیم تقریبا. خب میگیم تقریبا. خب دقت اندازه گیری محمد به دو تا عامل بستگی داره. بگو دقت اندازه گیری به چند عامل بستگی تو کتاب تو نوشته سطر اول. دقت اندازه گیری به دو عامل بستگی داره. به چی و چی بستگی داره؟ به دقت شخص و دقت وسیله. خب اول فرض من میخوام دقت اندازه‌گیری رو اول تعریف کنم. دقت اندازه‌گیری شما توجه کنید، میتونید یادداشت کنید، کوچکترین مقداری که یک وسیله میتونه اندازه‌گیری کنه بهش میگن دقت اندازه‌گیری. بگو. من کوچک وسیله مثلا کوچکترین مقداری خطکش. بله مثلا یه خطکش شما داشته باشی، خب یه خطکش کنارت هست. خطکش؟ بله. داری؟ بله دارم. من میخوای یه لحظه تصویر تو بیارم بالا، آمادگی داری؟ تصویرم نه، اینترنت هم گوگل شوری و تصویر بالا نمیاد. کاری میکنم نمیاد؟ نه بعدم باید درستش کنم. خب حالا اشکال نداره. یه من خطکش متاسفانه با خودم نبردم. دقت اندازه‌گیری گفتیم کوچکترین مقداری. الان کوچکترین مقداری که خطکش تو اندازه گیری میکنه چیه؟ کدومه؟ کوچکترین مقدار چه برای من بگو؟ میلیمتر. میلیمتر احسن. کوچکترین مقداری که یک وسیله میتونه اندازه گیری کنه بهش میگیم دقت اندازه گیری. پس دقت اندازه گیری فهمیدیم. حالا دقت شخص یعنی چی؟ یعنی فردی که اندازه گیری رو انجام میده ممکنه روش صحیح اندازه گیری رو بلد نباشه، درست ندونه، دقت نکنه، خطا کنه، این میشه دقت. پس فردی که اندازه گیری رو انجام میده باید در کارش چه کنه؟ دقت کنه. فردی که اندازه گیری رو انجام میده به جا باید روش صحیح اندازه گیری رو چه کار کنه؟ بدونه، دقت کنه. خب اگه دقت نکنه باعث خطاش میشه، به این میگیم دقت. حالا دقت وسیله یعنی چی؟ دقت وسیله مثل خطکش یا مثل ترازو. دقت وسیله یعنی اون مثلا دقتش چقدر. حالا من یه مثالی میزنم تا بهتر متوجه بشی. خب یه خطکشی داریم مثل این خطکشی پایینی که نشون داده، توجه میکنی؟ مثل این خطکشی که اینجا پایین کتاب تو نشون داده، مثل این خطکش ها دقت اندازه‌گیریشون چقدره محمد؟ استاد صفحه چنده؟ 11. دقت نه سانتیمتره. به سانتیمتره دقت اندازه‌گیریشون سانتیمتره. اما خطکشی که شما داری، خطکشی که شما داری دقت اندازه‌گیری چقدره؟ میلیمتر. میلیمتره. کدومش دقیق تره؟ میلیمتر. میلیمتر دقیق تره. خب یه مثال دیگه من میگم شما بگو. وسیله مانند استوانه مدرج داریم. این استوانه مدرج البته نوع کوچکشه، بزرگتر هست، بزرگتر از این هست که این عرض نوع کوچکی. خب یه وسیله من دارم به نام استوانه مدرج که بهت نشون دادم، حجم مایعات را با استوانه مدرج اندازه گیری میکنم. هرچه استوانه مدرج من باریکتر باشه دقت اندازه گیری چیه محمد؟ بیشتره. بله مثلا یک بشر. خب بشر فهمیدی چیه؟ بله. بشه مثل یک لیوان درجه بندیه. مثلا یه بشر خب مثلا یه بشر با قدر یک لیوان نمیتونه حجم 10 قطره آب رو اندازه گیری کنه، اما یه استوانه مدرج که قطر به اندازه یک لوله خودکار باشه میتونه این کار رو چکار کنه؟ میتونه مثلا این کار رو دقیق تر کنه. مثلا ما نگان یه بشری داریم، من رو تابلو اگه میبینی، تابلو میبینی خوب؟ یکم تصویر تاره. ناکن یه بشری داریم، خب درجه بندی شده یه بشر دیگه. خب یه بشری داریم میخواییم 10 قطره آب باش اندازه گیری کنیم.
این بهتر میتونه یا یک استوانه مدرج که به اندازه قطرش به اندازه لوله خودکاره. اون که قطرش به اندازه لوله خودکاره میتونه. درسته. پس هرچه که مثلا این قطرشون کوچکتر باشه و دقتشون چیه؟ بیشتره. حالا میایم شکل پایینی را با هم دیگه یه بررسی میکنیم. این دوتا شکل پایینی. اینو برای من بخون چنده؟ خطکشه. خطکشه اولی؟ بله. اولی 16 سانتی متر. 16. اما به 16 نرسیدا. اما چون نزدیک 16 هست کمتر هم دیگه کمتر از تقریبا. بله میگیم تقریبا 16. بعدیش چی میخونیش؟ بعدیش هم تقریبا 12 است. تقریبا 12. حالا اگر میلیمتر داشت ما میلیمترش هم میتونستیم بخونیم، اما چون این خطکش ما دقتش در حد سانتی متره دیگه میلیمتر نداره، ما دیگه همون در حد سانتی متر باید بخونیم. اگه میلیمتر داشت مثلا میگفتیم چند، میگفتیم مثلا برای 12 میگفتیم 12 و مثلا 2 میلیمتر. خب 12 و 2 یعنی 12 و 2 میلیمتر، اما چون اینجا میلیمتر نداره ما باید تقریبا بخونیمش. خب اول من که محمد من میخوام دقت اندازه‌گیری رو چطوری حالا حساب میکنن. یه وسیله خیلی ساده، اگر این اسمش چیه، من اینو نشونت میدم، میدونی این اسمش چیه؟ معلوم نیست تصویر درست. این پیدا نیست؟ نه درست من پیدا نیست. بچه ها چیه این؟ الان بچه هایی که تصویر رو میبینن این چیه بچه ها؟ بچه ها این چیه؟ نیروسنجه. بچه ها نوشتن نیروسنجه. نکن به این من... الان تصویر درست شد. آره ها؟ الان تصویری که می درست شد. خب من یه تکون دادم تصویرش درست شد. این بچه ها نیروسنجه. این نیروسنجه میتونی دقت اندازه‌گیریشو برای من میگم، دقتشو برای بچه‌ها میگم، خب مینویسم رو تابلو برای بچه‌ها میگم، بعد بچه‌ها برای ما بگین که دقت اینو چطوری ما حساب میکنیم. شما توجه کن بچه‌ها، نگاه کن این نیروسنجه، این نیروسنجه اینجوری هست، این نیروسنجه ما اینجوری هست، نیروسنجه ما از صفر شروع شده. خب ما شما دقت کن، این نیروسنج من از صفر شروع شده، خب بعدش شده، بعد صفر شده 2، یعنی 1 نداره. بعد بین اینها، خب 1 و 2 و 3، بین اینها نکن 1 و 2 و 3 و 4، بین اینها چند قسمت شده؟ 4 قسمت. یعنی 5 قسمت شده. نکن با خودش میشه 5 تا دیگه، اگه به شمالی میشه 5. بعدش 3 نداره، شده 4. بین اینا هم باید ما شده 5 قسمت میشه. خب حالا میتونید دقت اندازه‌گیری اینو بچه شما کمک کنیم بهش، میتونید دقت اندازه‌گیری اینو برای من حساب کنید. دقت اندازه‌گیری این چقدره؟ این به نیوتونه، اینو باید به نیوتون حساب کنید. دقت اندازه‌گیری وسیله را چطوری اندازه‌گیری میکنیم؟ بچه شما اینو بهتون داخل امتحانات میدن که دقت این وسیله را شما برای من حساب کن. چطوری حسابش میکنیم؟ بچه کی میتونه؟ اگه هر کی میتونه حلش کنه میتونه، اگه محمد خودش میتونه خب من به خودش میدم، اگه نمیتونه تا من چیکار کنم؟ دقت اینو، این نیروسنجه دقتش از صفر شده 2. حالا اونایی که تصویر از ساعت بچه به نیوتون نباید، باید به نیوتون بگیم. شاب به نیوتون باید بگیم. شاب شما بیو دست بلند کن تا من بهت چه بدم. خب محمد فعلا با شما خداحافظی میکنیم. سلام آقا. سلام شاب، خوبی؟ ممنون. شما خوبی؟ ممنون. شاب این نیروسنجه حتما یک کاشو باید با نیوتن بگیم. شما که گفتی سانت اشتباه گفتی، باید خطی شما. خب حالا نکن خودشم بالاش نوشته نیوتن. تصویر خوب میبینی؟ آره آقا خوبه. خوبه. تصویر به چاپی خوب نمیبینن به خاطر مشکل از اینترنت متاسفانه شهره که مثلا خود پررنگن که نوشتینش الان خوب شده میبینی. بله. خب شاب میبینی 0 شده 2، 2 شده 4، 4 میشه 6 به علاوه آخر تا مثلا میرسه به 10. تا میرسه به 10 دیگه ما وقت نداشتیم بخیش ننوشتم. شما برای من بگو
برینی باید بیای مدرسه صدای چند تا درست کنی. علیرضا برینی براش بنویس بعدن شاپا شاپ بر. برای من بگو دقت اینه چطوری به دست میاری؟ آقا دقت اینو شاب نکن دقت اینو من میدونم اینجوری به شما بگم بین این از صفر شده چند؟ دو. دو دو شده چند؟ چهار. چهار فاصله بین هر عدد دو تیه، قبول داری؟ بله. پس اینو من میذارم فاصله دو عدد متوالی. فاصله دو عدد متوالی. خب فاصله اینجا بالا می‌نویسم فاصله شاب، شما هم می‌تونید به چهار بنویسن فاصله دو عدد متوالی. متوالی یعنی چی شاب؟ آه متوالی یعنی پشت سر هم، فاصله دو تا ای عدد پشت سر هم متوالی. تقسیم بر، تقسیم بر، خب تقسیم بر چند؟ تقسیم بر چی؟ تعداد تقسیمات بین دو عدد، تعداد تقسیمات بین دو عدد. فهمیدی چی شد؟ اینو نوشتی شد؟ آقا نه نفهمیدیم، میشه یه بار دیگه بگین؟ گیت شدیم عجب. ناکن میخوام اینو به دست بیارم برای که یه فرمولی استفاده کنم دستش بیارم، میگم تعداد تقسیمات دو عدد بین دو عدد. الان فهمیدی؟ فهمیدی چه نوشتم؟ تا والا بعد برسی گیری فهمیدی یا نفهمیدی؟ آقا که بخواییم ببینیمش. آره دیدیش یا نه؟ آقا خیلی تاره. چه کنم آقا؟ تصویر بسای کمی جلو بکشم. صبر کن صبر کن تا تصویری کمی اینو بکشم جلوتر. صبر کن الان چی؟ آقا الانم یه ذره بهتر شد. الان باید خیلی خوب بهتر شد. الان پیش من عالی هست. آقا 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 یه لحظه بریم باید بریم. فاصله دو عدد متوالی. فاصله دو عدد متوالی به چه میتونیم بنویسیم؟ وقتی که من دارم تکرار میکنم میتونیم بنویسیم فاصله دو عدد متوالی. به چه میگیم بهتر شد که فاصله دو عدد متوالی، فاصله دو عدد متوالی تقسیم بر تعداد تقسیمات بین دو عدد. تو کتابتون نوشتین؟ حالا گوش کنین به من. فاصله دو عدد متوالی این چنده شاب؟ آقا دو. دو میذارم اینجا دو بالا این بجه این دو عدد متوالی اینجا میذارم دو. تقسیم بر خط که اصلی تعداد تقسیمات بین دو عدد چنده؟ تعداد تقسیمات چنده؟ پنجده. پس میذارم پنج پایینش. دو را تقسیم بره پنج میکنم. دو اگه تقسیم بره پنج کنم میشه چند شاب؟ خب آقا دو تقسیم بره پنج بکنیم میشه چهارده. چهارده همه چی در میاد شاب؟ مساوی با چهارده همه نیوتون. دقت اندازه گیری نیرو سنجمن چند الان؟ دقت نیرو سنجمن چهارده همه نیوتون دیگه. خطکش میشه پست. آقا یه لحظه باشین بچه ها فهمیدین چه شد؟ شاب چه شد؟ تقسیم نکن بچار نگاه کن چه کار کردیم برای که ما دقت اندازه‌گیری یک وسیله را به دست بیاریم این کار رو میدونی انجام بدیم. بگیم که فاصله دو عدد، این فاصله دو عددمون صفر دو، صفر شده دو، دو شده چار. پس فاصله دو عدد متوالی یعنی فاصله دو عدد پشت سر هم تقسیم بر تعداد این تقسیم ها میکنیم. تعداد تقسیمات بین دو عدد.
تقسیمات بین ما چند داخل این پنجه؟ دو رو تقسیم بر پنج میکنیم که میشه 0.4 نیوتن. بر اساس واحدش هم میگیم، یکاش هم میگیمش. خب فهمیدی بچه ها؟ خب حالا قسمت بعدی، تصویر خیلی بده با تقسیم ما نیست آقای غلامی. تصویر این الان مثلا شما تصویر خوب میبینی، یک دیگه تصویر خوب میبینیم به خاطر که مشکل اینترنت خودتون، متاسفانه مشکل از طرف ما که نیست. الان بابا علی میگه تصویر خیلی خوبه، میگه از اسکای روم زمانی، میگه از اسکای روم بره بیرون بیا داخل دوباره ممکنه درست بشه. تشنه دل مثلا میگه تصویر خوبه. بعد شما میتونید تو سایت نگاه کنید، حالا میتونید تو سایت برین بعد نگاه کنید. خب حالا نگاه کنید، بریم قسم. الان شما خطکش آوردید؟ آقا نمیدونم خطکشمو کجا گذاشتم. عجب. خب یه لحظه باشید ببینم توی گوشم نیست. ای مثلا فرخ نوشته من تصویر رو بزرگ میبینم خیلی هم خوبه. خب مشکل از طرف ما که نیست. آه الان تصویر خیلی خوبه. تصویر خیلی خوبه. آه پیدا کردم، پیدا کردم. بچه تصویر من، وقتی من اینجا تصویر خیلی خوب میبینم، شما نباید تصویر عین من ببینید. پس مشکل از ما نیست، مشکل از شما نه. همیشه من بهتون گفتم وقتی که تعدادی بچه‌ها تصویر رو خوب می‌بینن تعدادی نمی‌بینن، مشکل از متأسفانه اینترنت خودتونه. اصلاً از طرف ما نیست. خطکش پیدا کردم. خب شاب بگو، شاب بگو روی خطکشت برای من بگو. خب روی خطکشت برای من بگو بین عددات چند تا چند رفته بالا؟ مثلا صفر شده چند؟ صفر شده یک. یک شده چند؟ دو. دو. دو شده چی؟ سه. همینطوری یکی یکی رفته بالا. بله. خب حالا شما بعدش اینو برای من بگو فاصله بین اینا چند تا شده؟ فاصله هر یکیشون چند تیه؟ مدارس حالا یکی دو هفته دیگه باز میشه. یه هفته دیگه. آتن نگاه کنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج. فاصله آقا ده. ده تاست؟ بله. خب حالا باید چه کار کنیم که اینو به دست بیاریم که دقت اندازه‌گیری خطکش رو به دست بیاریم؟ باید چه کار کنیم؟ دقت اندازه‌گیری خطکش. یه لحظه بشین. دقیقانی بعد برو داخل سایت نگاه کن. برو داخل سایت اینو بعد نگاه کن. خب تصویر امروز که ما در زدیم برو داخل سایت بعد نگاه کن ببینیم چطوریه. بعد آیه کمالیان میذارش. خب مدرسه یکی دو هفته دیگه حضوری میشه انشاءالله. خب بگو شاب چی شد؟ تو سایت که بعد آی کمالیان می نویسه، شما میره داخل چی میزنی؟ داخل گوگل سرچ میکنی اون چیزی که آی کمالی داخل پرانتز میذاره. خب مثلا میذاره اسم من رو میذاره، شما این اون چیزی که داخل پرانتز میذاره داخل آپارات سرچ میکنی و میاد بالا. بگو شاب، بگو دیگه شاب، تصویرت رفت میگه صدات. بیو مدرسه تا نشونت بدن احمد بور، بیو مدرسه تا نشونت بدن شاب. شاب آقا صدا هم رفته بود. خب بگو، بگو دیگه، الان فرصت خوبیه دیگه، بگی برام بگو سری دیگه. آقا باید ده رو تقسیم بره؟ نه ده رو میگیم یک رو تقسیم بره چند کنیم؟ ده کنیم. حالا اگه یک بله. اگه یک رو تقسیم بره ده کنیم میشه چند؟ یک ده تاست اونم ده. آقا میشه یک دوباره، میشه یک دهم. بله. یک دهم چی؟ یک دهم سانت. نه کمترین میزانش یک دهم میلی متر.
میلیمتر. میلیمتر کمترینشو میگیم، یک دهم میلیمتر. بچه‌ها اینجوری به دستش میاریم. مثلا نگاهون اینو الان فاصله بچه این استوانه مدرج، استوانه مدرج میبینی دست من؟ آیه خورده. آه الان میبینم. میبینی استوانه مدرج، یه استوانه مدرج شما من بهت میگم چون اینجا پیدا نیست. استوانه مدرج 10 تا 10 تا رفت، 10 تا 10 تا رفت بالا، یعنی 0 شده 10، 10 شده 20، 20 شده 30. خب پس 10 تا 10 تا رفت بالا. بعد بین این 10 تا هم 10 تا چی شده؟ 10 قسمت مساوی تقسیم شده. چه کار میکنی؟ که بخیر دقت چه به دست بیاری چه کار میکنی؟ میایم 10 رو میذاریم بعدش که تقسیم میذاریم دوباره تقسیم برای 10 ده میکنیم میشه چند؟ 10 تقسیم برای 10 میشه چند؟ 1 دیگه ممیزه چیزی نداره. یک بله. چی؟ یک چی میگیم؟ الان برای استوانه باید بگیم چی؟ یک نیوتن. نه اون که نیوتن یک سانت؟ نیوتن برای نیروسنج هر کدوم یک آقای گیز شدم کلن یک چی؟ یک سانتی متر مکعب، یک میلی لیتر، یک میلی لیتر، یک سی سی، هر کدوم از این ستا رو بگی درسته. فهمیدی چه گفتم؟ بله. یک میلی لیتر، یک سی سی، یک سانتی متر مکعب. یک سانتی متر. فهمیدی؟ بله. برای استوانه مدرج اینا باید اینو اینجوری بگیم دیگه، بخونیم بر اساس واحدشون بخونیم. الان دقت اندازه‌گیری را بچا اونایی که گوش من گرفتن و اونایی که تصویر داشتن، اونایی که چی بود الان دقت اندازه‌گیری را یاد گرفتن که دقت اندازه‌گیری را چطوری ما به دست میاریم. من بعد حالا یه عکسی هم از این قسمت کو میگیرم و داخل واتساپ میذارم براتون، اونایی که چیه بهتر یادداشت کنن. خب شما با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما. شما خود صدات رو قطع کن. خب خداحافظ. خب قطع کن. تشنه دل علی اکبر. سلام علی اکبر. سلام. سلام. خوبی علی اکبر؟ بله. علی اکبر دقت اندازه‌گیری شما یاد گرفتی؟ بله. من میخوام یه چیزی بهت بگم، دقت اندازه‌گیریشو برای من حساب کنیم و بعد بریم درس بعدی. آماده هستی؟ بله. خب یک وسیله داریم به نام ارن مایه. خب اینو میبینی؟ خب بله میبینم. خب این ارن مایه. خب این بین عدداش، چون عدداش پیدا نیست، بین از 0 شده 100، 100 شده 150، 150 شده 200، 200 شده 250. خب بعد بین اینها دو قسمت مساوی تقسیم شده، بین عددهامون ها مثل خطکش که تقسیم بندی میکنه، بین عددهامون دو قسمت تقسیم شده. این چنده؟ دقت اندازه گیری چنده؟ آقا میگم فاصله همین روشی که نگفتیده همین الان فاصله شون چند بود؟ گفتم شده مثلا 100 شده 150، 150 شده 200، 200 شده 250. فاصله شون چنده؟ 50 تا. 50 تا چی؟ میلی؟ 50 میلی. 50 تا. 50 میلی لیتر. خب 50 میلی لیتر. فاصله بین هر یک از این 50 تا دو قسمت شده. بعد تقسیم بره چند کنیم؟ تقسیم بره 50 میلی لیتر. نه. نکن. ما گفتیم فاصله تعداد تقسیمات بین عدد، تقسیمات بین عدد گفتم چند تا شده؟ فاصله بین تقسیمات بین دو عدد دو قسمت شده. دو قسمت. بعد 50 رو تقسیم بره دو کنیم. اگه 5 قسمت میشد تقسیم بره 5 میکردیم. مثلا نکن خطکش تو کنارت هست؟ بله. خب خطکشت فاصله بینشون چنده؟ هر یکیش چند تا رفته بالا؟ چند تا رفته بالا؟ مثلا یک شده چند؟ دو شده چند؟ سه؟ اینطوری من میگم از یک شده دو، یک شده دو، دو شده سه، درسته؟ بله. خب اینو بعد فاصله بینشون چند تا چندیه؟ چند تا تقسیم شده فاصله بین یک و دو؟ بین یک و دو
بین یک و دو ده قسمت شده. ده قسمت شده. باید چه کار کنیم که این دقت چه به دست بیاریم؟ چی رو باید چی تقسیم کنیم؟ باید یک را یک رو تقسیم بره چند میکنیم؟ یک رو تقسیم بره چند؟ ده. یک رو تقسیم بره ده میکنیم دیگه، میشه یک دهم میلی متر. دهم میلی متر. خب به جای اینجوری ما فاصله بین دو عدد و دقت اندازه‌گیریش رو به دست میاریم. حالا میخوایم بریم درس بعدی شروع کنیم. درس بعدی برو بخش سه، فصل سه، برو فصل سه. رفتم. خب حالا بگو چی نوشته فصل سه؟ میخوایم چه شروع کنیم؟ فصل سه میخوایم چه شروع کنیم؟ فصل سه میخوایم اتم های الفبای مواد یا مواد الفبای زندگی. خب علی اکبر نگاه کن، اتم ها الفبای مواد هستن. میگه اتم ها مواد رو میسازن، همونطور که حروف کلمات رو میسازن، حروف الفبا کلمات رو میسازن، درسته؟ بله. اتم ها هم چی رو میسازن؟ اتم ها هم مواد رو میسازن. اتم ها کنار هم دیگه قرار میگیرن و مواد میسازن. مثلا آب، آب چطوری درست شده؟ از چه درست شده؟ آب از از اتم ها درست شده دیگه. آب از اتم ها درست شده. خب پس آب چطوری ساخته میشه؟ آب از اتم ها ساخته میشه. خب درسته. و بنابراین وقتی که ما مثل اون کلماته، مثلا وقتی که من می‌نویسم علوم، علوم از چه درست شده؟ از حرف درست شده. مواد هم از چه درست شده؟ از اتم ها. از اتم ها درست شده، کنار هم دیگه قرار گرفتن. مثلا آب وقتی که حالت اون تغییر میکنه، حالتش که تغییر میکنه میشه چی؟ مثلا وقتی حالت آب تغییر میکنه به چه حالتی در میاد؟ حالت اتمش تغییر میکنه؟ نه، وقتی که حالت آب تغییر میکنه چی میشه؟ به چه حالتی دیگه در میاد آب؟ حالتهای بخار، یخ. بله، بخار میشه، یخ میشه. حالتش تغییر میکنه، آیا ویژگی اونم تغییر میکنه یا نمیکنه؟ بله، ویژگیش هم تغییر میکنه دیگه. اما اتمهای اونها یکسانه، فقط تنها چیزی که علی اکبر تغییر کرده فاصله بین ذرات اونهاست. فاصله بین بخار آب بیشتره یا آب؟ اتم های بخار یا آب؟ فاصله بین ذرات کدومش بیشتره؟ فاصله بین ذرات بخار بیشتره. آب رو ما در آب را در چند حالت میتونیم ببینیم؟ آب رو در بخار آب، یخ و بخار برف و مایه دیگه، و مایه، یعنی به سه حالت، در سه حالت ما میدونیم ببینیمش. ویژگی ها و رفتاری که از خودشون نشون میدن خب فرق میکنه. ویژگی و رفتاری که از خودشون نشون میدن با هم دیگه فرق میکنه، درسته؟ بله. پس نتیجه میگیریم که مواد اگر رفتار و حالت متفاوتی دارن، علت رو باید در چه جزجو کنیم؟ اگه مواد رفتار علت در اتم، اگه مواد رفتارشون متفاوته، علتشون باید در چه جستجو کنیم؟ در ویژگی اونها جستجو کنیم. در ویژگی. پس اول ما باید ذرات مواد رو بشناسیم. اول باید ذرات رو بشناسیم، علت تفاوتشون رو پیدا کنیم. چرا رفتار آب با یخ و اینا متفاوته؟ خب سطر سوم علی اکبر، سطر سوم یه مطلبی نوشته، بخونش. در حالی که آب و یخ، بخونش. در حالی که آب یخ و بخار، یخ و بخار آب یک نوع ماده ان، چرا رفتار یخ با آب و بخار آب تفاوت دارد؟ چرا تفاوت داره؟ چرا آب رفتار یخ و بخار آب با هم دیگه میگه یه نوع ماده ان؟ خب یعنی از یک نوع اتم درست شدنه، اما چرا رفتارشون با هم دیگه تفاوت داره؟ چرا ویژگیشون با هم دیگه تفاوت داره؟ به نظرت بخاطر بچه شما هم میتونین جواب بدین. به نظرت بخاطر چی علی اکبر؟ بخاطر ویژگی ها و شکل سختش. صفحه بابا علی، صفحه چندی ما؟ فصل سه هستیم، اول فصل سه.
به خاطر که فاصله بین ذرات و نحوه قرارگیری ذرات اونها با هم دیگه متفاوته. فهمیدی چه گفتم؟ بچه شما بنویسید. اونجا که علی اکبر خان سطر چهارم یه سوال کتاب پرسیده، گفته که چرا رفتار یخ با آب و بخار آب با هم دیگه تفاوت داره؟ میگیم زیرا فاصله بین ذرات، زیرا فاصله بین ذرات و نحوه قرارگیری اونها و نحوه قرارگیری ذرات اونها و نحوه قرارگیری ذرات اونها متفاوت است. پس چرا علی اکبر یکی شده بخار، آب یک شده بخار، چرا آب شده یخ، چرا آب شده مایع؟ به خاطر چی علی اکبر؟ به خاطر شکل، به خاطر جا ج به خاطر به خاطر دور بودن اتماتمه، خاطر دور بودن و چسبیدن اتمات، به خاطر به خاطر دوباره میگم ازش سوال کردم اونجا هم دوباره، چرا یکی خودی کتاب سوال کرده من دوباره از علی اکبر پرسیده، ما میگه چرا یکی شده یخ، چرا یکی شده آب، چرا یکی شده بخار آب؟ چون فاصله بین اونا، بله چون فاصله بین ذرات و نحوه قرارگیریشون متفاوته. الان فاصله بین ذرات آب بیشتره یا بخار؟ بخار. بخار. نحوه قرارگیریشون هم در شکل میبینی الان نحوه قرارگیریشون هم با همدیگه فرق میکنه، نحوه قرارگیری اتم ها با همدیگه فرق میکنه. خب بنابراین فاصله بین ذراتشون و نحوه قرارگیری ذراتشون باعث شده که آب به سه حالت وجود داشته. خب بخار، آب، یخ. بله. خب علی اکبر با شما خداحافظی میکنیم. نفر بعد خواجه اسحاق خواجه بیاد. اسحاق بیا. اسحاق خواجه دست بلند کن آقا تا من ببینم. اسحاق، بله، سلام اسحاق، سلام اسحاق، سلام نش اسحاق، اسحاق اسحاق خواجه صدا هنون داری؟ اسحاق صدا داری یا؟ بس نمیشه خویچ، باید اینو درست کن، صدا تو باید درست کنی. خب دیگه بچه کی؟ محمد مهدی اسفندیاری. محمد مهدی سلام. آقا سلام. سلام آقا، خوبی؟ بله. خب خب من ندی نه اولش شما می نوشت. بله. من نیفهم تصویر یا علی رضا بود که می نوشت. علی رضا اسفندیاری. آقا یه بار دیگه این صداتون بد میاد. خب حالا خوب شد، الان خوبه؟ آره یکم بهتر. خب میگیدونی مواد در تمام بخش، بخون قسمت بعد، مواد در تمام بخش های زندگی ما وجود دارن. بله؟ مواد در تمام بخش های زندگی ما وجود دارن. درسته؟ اگر با دقت به اطراف خود بنگری مواد بسیار زیادی مانند چوب، فلز، گچ، شیشه، چرخ، انواع خوراکی، لباس، دارو و غیر و را مشاهده میکنید. بله. شکل یک، برخی از این مواد را نشان میده. بله. مواد میگه در تمام مواد شامل خوراک، پوشاک، مسکن ما میشن. این مواد من ندی، این مواد میتونه به نظرت هم خالص باشن، یعنی ما مواد را میتونیم در طبیعت به دو دسته تقسیم کنیم، یکی بگیم مواد خالص، یکی بگیم مواد چی؟ قبلا خوندیم مواد خالص و مواد مخلوط. ها؟ محمد. بله مواد خالص و مواد مخلوط. موادی که از یک جزء ساخته میشن بهشون میگیم مواد چی؟ اولی چی بود که گفتی؟
نکن مواد را ما میتونیم موادی که در طبیعت وجود داره به دو دسته تقسیم کنیم، یا بگیم مواد خالصن یا بگیم مواد چی هستن، بگیم مواد خالصن یا مواد مخلوطن. موادی که در طبیعت وجود، موادی که از یک جز ساخته میشن بچه ها، موادی که از یک جز ساخته میشن بهشون میگیم مواد چی؟ خالص. موادی که از یک جز ساخته میشن بهشون میگیم مواد چی؟ خالص. خالص. موادی که از دو یا چند جز ساخته میشن بهشون میگیم چی؟ مواد مخلوطی. آفرین. موادی که از چند جز ساخته میشن بهشون میگیم مخلوط. پس رو تابلو میبینی؟ موادی که از چند جز ساخته میشن بهشون میگیم مخلوط. خب میبینی تابلوه؟ آقا کیفیت بده. خب حالا من نوشتم گفتم، حالا مواد خالص داخل اینها مثل چی؟ میدونید این موادی که اینجا نوشته برای من بگیم مواد خالص مثل چی اینجا؟ آقا مثل چوب مخلوطه. چوب مخلوطه. چرا؟ چون از آب درست شده، از مثلا یه سری ترکیباتی داخل چوب دانه هست، دانه درست شده، خاک، خورشید. خب بعد چوب میتونیم چوب را مخلوط حساب کنیم. خب فلز چی؟ فلز چی به نظرت؟ مثلا آهن میتونیم بگیم آهن خالصه. خب آهن میتونیم بگیم خالصه. گچ چی مثلا؟ گچ هم خالص نیست. گچ هم از یک سری مواد دیگه مثلا آهک و نیمفهم یک سری موادی حالا باش مخلوط شده گچ هم. پس آقا شیر خالص کنم. شیشه چی؟ شیشه هم خالص نیست، چون باش یک سری مثل ماسه، مثل یک سری مواد شیمیایی. آقا شیر خالصه. شیر نه، شیر هم خالص نیست. چرا؟ چون شیر باش یک سری مواد دیگه هم مخلوط شده، مثل چربی، مثل آب، اینا باش مخلوطه دیگه، یعنی چند تا ماده باش درست شده. آقا کیک هم مخلوطه. کیک هم مخلوطه، درسته. دارو چی؟ دارو هم مخلوطه. مخلوطه. پس اینجا ما فقط خالص که داشتیم، فلز خالص ما تونستیم بگیم. پس میتونیم نتیجه بگیریم، مهند مهدی، که موادی مثل آهن که از یک جزء ساخته شده باشن بهشون میگیم مواد چی؟ خالص. موادی که از یک جزء ساخته باشن بهشون میگیم خالص. اما موادی که از چند جزء ساخته باشن بهشون میگیم مخلوط یا ناخالص. خب علت تفاوت چوب با فلز به چنچون بحثی داره به نظرت؟ چرا چوب مثلا ناخالص گفتیم، فلز گفتیم خالص، به چنچون بحثی داره؟ آقا چون که چوب درختان از آب هست، خاک، نور خورشید، اما آهن فقط از سنگ آهن شد. چون نکن، چرا ما چوب را گفتیم ناخالص اما فلز را گفتیم خالص؟ چون به ذر علت تفاوت چوب با فلز به ذرات سازنده اونها بستگی داره، یعنی ذرات سازنده فلز با چوب با همدیگه یکسان هست یا نیست؟ نیست. چون ذرات سازنده شون با همدیگه فرق میکنه، چون ذرات سازنده شون با همدیگه فرق میکنه، بنابراین یکی شده چوب، یکی شده فلز، یکی شده گچ، یکی شده شیشه. بس به این طریق. خب ما اینا را شناختیم، میخوایم حالا بریم صفحه بعد. بخون صفحه بعد، فعالیت صفحه بعد را. فعالیت: فلزی از موادی را که میشناسی تهیه و درباره آن در کلاس گفتگو کنید. خب فهرست موادی که ما میشناسیم، چه تعداد ماده دیگری میتونید بشناسید؟ چه موادی شما میتونید بشناسید؟ خیلی زیاده، درسته؟
موادی که ما میشناسیم خیلی بله. خیلی زیاد بیشمار میتونیم بیسیم بیشمار. خب حالا بعدیش رو بخون. تصور شماره دوش را بخون. شماره دوش. شماره دو. تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید. در این صورت زندگی چگونه خواهد بود؟ بله. آقا تصویر رفت. الان میاد. اومد؟ تصویر رفت. صدا داری؟ خب. درست شد؟ آقا صدا نمیاد. درست شد؟ خب میگه تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید. این موادی که یه مرد دست ما خورد رفت این قد شد. میگه هیچ یک از این موادی که ما الان در اختیار داشتیم در اختیار نداشتیم. چه میشد به نظرت؟ اگه این رفت صدا نداری؟ بچه چه میشد اگه موادی ما در اختیار نداشتیم چه میشد؟ خب ما به کامران زادمر کامران زادمر. خب کامران کجا بودی؟ یه لحظه دیم تا کامران سلام. کامران صدا داری؟ کامران میتونی صحبت کنی؟ خب کامران میکروفونت خرابه؟ درستش کن کامران. عبدالی محمد امین عبدالی صدا داری؟ عبدالی شما چی؟ پارسا سالی؟ پارسا شما اون مرتبه بهت میکروفون دادن درسته؟ رضا بهرانی زمانی شما بیا زمانی سلام زمانی سلام زمانی خب چا سرانا شما بیا دیگه حالا ما چند تا چه دادم دیگه سرانا سلام بله سلام خوبی؟ سلام خوب خوبم سرانا قسمت بعد رو بخون هر روز با مواد گوناگون بخون صفحه 4 آقا هر روز با مواد گوناگون سر و کار داری بله که کاربردهای مختلفی در زندگی روزانه کشاورزی، داروسازی و صنایع دیگر دارند. بله. در شکل دو کاربردهای از سنگ مرمر، نفت خام و نمک خوراکی را مشاهده می‌کنید. بله. شما نیز در کلاس درباره کاربرد این مواد گفتگو و جای خالی را پر کنید. خب ناکن اینجا گفته که یک سنگ مرمر را به ما به چه نمود نشون داده. این سنگ مرمر گفته سنگ چیه؟ قیمتی و زیباست و مدت طولانی در طبیعت بدون تغییر میمونه. از سنگ مرمر اومده چه استفاده کرده؟ چه استفاده میکردیم؟ برای چی؟ مجسمه درست کردیم دیگه برای کف استفاده کرده. بله برای کف اماکن زیارتی استفاده کردنه درسته حرم استفاده کرده. حالا این زیاد بعد میدونی بگی که شکل پایینی از نفت خام چه موادی میتونیم تولید کنیم؟ خودش شکلا رو نشون داده فقط ما میخوایم ببینیم مواد پلاستیکی میتونیم تولید کنیم دیگه چی میتونیم تولید کنیم بگو مثل لاستیک میتونیم تولید کنیم بله دارو میتونیم قرص و دارو بله قرص و دارو میتونیم تولید کنیم از اون که پلاستیکی باشه دیگه لباس میتونیم تولید کنیم بله اینا بله. آفتکش میتونیم تولید کنیم اینا رو میتونیم تولید کنیم خب ما اینجا اینا خیلی راحت هستن و میریم قسمت بعدی خب قسمت بعدی را سرانا بعد برو صفحه 15 را سرانا صفحه 15 آقا
اطلاع جمع‌آوری کنید بخونم؟ نه بالایی، شکل بالایی رو برای من بگو، نمک خوراکی به کاربردهاش. آقا اومده نمک و سنگ نمک و استفاده کرده برای درست کردن خیارشور. بله. نیز کف جاده ها می پاشن تا ماشین ها سر نخورن. بله. یکی هم سرم درست کرده باش. بله. خب سرم دیگه شنیدی قبلا میگفتن هرچه بگندد نمکش بزنن، وای به روزی که بگندد چی؟ شنیدی اینو؟ نه. نشنیدی یه ضرب المثل خب میگن هرچه بگندد نمکش بزنن، وای به روزی که بگندد نمک. خب یعنی نمک رو برای چه استفاده میکردن؟ این ضرب المثل برای نگهداری مواد غذایی ضد عفونی به گندزدایی، این ضرب المثلی بوده قبلا به کار میبرن. خب باید ما ابتدا این مواد را بشناسیم بهتر از اونها چیکار اسوین. اگر چرا ما باید مواد را بشناسیم؟ سرما بنظر چیه؟ برای چی ما مواد را بشناسیم خوبه؟ که بفهمیم کدوم کاربردهای داره و چه استفاده هایی که بتونیم بهتر ازش استفاده کنیم، که بتونیم بهتر ازش استفاده کنیم. مواد پیرامون ما از ذرات چه ساخته شده؟ از ذرات ریزی ساخته شده، درسته؟ بله. این ذرات ریز هستن که چی رو مواد را تعیین میکنن سرما؟ اینو بگو این جمله. مواد گفتی که از ذرات چه درست شده؟ نه مولکول، نه ذرات ریز، حالا تا به مولکول که نه ریز. از ذرات ریز، این ذرات ریز هستن که چه چیز مواد را تعیین میکنن؟ خواص و ویژگی مواد. چرا نمک با شکر فرق میکنه؟ آقا چون شوره، شکر شیرینه. خب چرا شوره، چرا شیرینه؟ چرا یکی شده شیرین؟ چون ذرات ریزش فرق میکنه. چون ذرات سازندشون، بله آفرین، چون ذرات سازندشون با هم دیگه فرق میکنه. چون ذرات سازندشون با هم دیگه فرق میکنه، خواص و ویژگی‌هاشون هم با هم دیگه چیه؟ متفاوته. پس اول ما باید این ذرات را بشناسیم، این ذرات را پیدا کنیم تا بتونیم به خواص و ویژگی‌هاشون پی ببریم. اگه ما تونستیم این ذرات را پیدا کنیم، بهتر میتونیم به خواص و ویژگی‌هاشون پی ببریم. میتونیم برای من قسمت اطلاع جمع‌آوری کنه، حالا اون برای خودتون. در قسمت بعدی مواد از چه چیزی ساخته شده؟ مواد از چه چیزی ساخته شده؟ اینو بگیم و دیگه کلاس تمومه. آماده هستی؟ بله. خب بخونش. موادی را که در فهرست نوشته اید و مواد دیگری را که میشناسید همگی از ذره های ریزتری ساخته شدن. درسته؟ این ذره های ریز خواص مواد را تعیین میکنن. بله. پس همه موادی که سرانا ما میشناسیم از ذرات ریزی ساخته شدنه. این ذرات خواص مواد را تعیین میکنن. پس علت خواص مواد به خاطر ذرات چه نشونه؟ ریز. ریزشونه. این ذرات ریز را نمیتوان مشاهده کرد. آیا میتونیم این ذرات ریز را ما ببینیم با چشم؟ خیر. خیر. حالا یک فعالیت داره، این فعالیت حل کنیم دیگه تموم. این فعالیت با دقت بخون، به شکل بخون. با دقت به شکل زیر نگاه کنید و درباره برداشت خود از این شکل در کلاس گفتگو کنید. خب بله، شکل اولی به نظر چیه سرونا؟ سمت چپی؟ سمت راستی، اولی سمت راست. این داره چی میکنه؟ داره چه فکر میکنه به نظر؟ یه سیبه. خب اول اون داره قسمت بندیش میکنه، فکر میکنه قسمت بزرگیه، فکر میکنه با چش بیده. اون سیبه اول بالا بعد به تکه های کوچکتری تقسیم شده. سیب و بالایی رو در نظر بگیر، بعد اومده سیب و مثلا چند قسمت اینا تقسیم کرده. اون بالایی اول، حالا منظورش این چیه؟ میدونی منظورش چیه؟ که سیب از مواد ذرات ریزی ناکن سرونا. سیب به عنوان یک نماینده، سیب به عنوان یک نماینده برای شما، یک نماینده مواد گفته. حالا اینجوری من بگو چه خواستی بگی؟ که از ذرات ریزی تشکیل شده. میخواد اینو بگه. حالا اون بعدی چی میگه پس؟ بعدی اون سیبه رو نکن. اون یکی
میگه که از ذرات ریستر تشکیل شده. از ذرات یعنی دوتایی شده همون که؟ نه اون که ریستره. اون ریستره. خب حالا من اینجوری میگم، شما هم میتونی حالا اینجوری بینیسیم بچه ها. خب آماده هستیم که بالای سر اون نفر سمت راستی بینیسیم؟ بله. برخی میگیم برخی معتقدن که مواد چگونه تشکیل میشه. مواد میگیم که برخی معتقدن که مواد ساختار به هم پیوسته داره، یعنی مواد به هم پیوسته شده. این شکل داره این فکر رو میکنه، میگه که مواد ساختارش به هم پیوسته یه. یعنی مواد چطوری درست شده، یعنی ساختمونش به هم پیوسته یه. نمیشه اینها رو جدا کرد. به هم وصله. به هم وصله، نمیشه اینها رو جدا کرد. معنیش فهمیدین؟ بله. مواد ساختارش به هم پیوسته، نمیشه از هم جداشون کرد. این شکل سمت راستی. شکل سمت چپی میگه چگونه مواد تشکیل میشه. خب میخواد اینو به ما بگه، میگه چگونه مواد تشکیل میشه. میگه از اتصال ذرات ریز و یکسان تشکیل شده. نوشتین؟ آقا از اتصال ذرات ریز چی؟ و یکسان تشکیل شدن. چه گفتم؟ فهمیدی چه شد؟ بله. میگه که شکل... یه بار دیگه بگو شکل اولی سمت راستی چه گفت؟ چه فکر میکرد منصرت؟ آقا که مواد به هم پیوستن و به هم وصل و جدا نمیشن، ساختمونشون به هم پیوسته هستن. مواد میگه ساختمونشون به هم پیوستن. اما شکل سمت چپی میگفت چی؟ از اتصال ذرات ریز یکسان تشکیل. بله، مواد از اتصال ذرات ریز دیگه درست شدنه. خب هر یک از این دو نفر درباره ماده و ذره های ریز تشکیلات تصوراتی دارن. شما چه فکر میکنین؟ آقا چپی. شما چه فکر میکنین؟ سمت چپی را بهتر میپسندی؟ بله. خب درسته. در حالا ما اینو اینجوری میگیم، در مواد میگیم ذرات ریز وجود دارن، در مواد ذرات ریز وجود دارن که به هم میپیوندن و مواد را تشکیل میدهن. در مواد ذرات ریز وجود دارن که به هم میپیوندن و مواد را تشکیل میدهن. نوشتین؟ سوالو نوشتی؟ بله. خوب بود امروز؟ یاد گرفتین؟ آره خوب بود. به اون چی هم یاد گرفتی؟ چطوری ما بین دو عدد را به دست بیاریم یاد گرفتی؟ چطوری کوچکترین مقدار میخواییم به دست بیاریم اندازگیری یاد گرفتی که توضیح دادیم؟ اندازگیری یاد گرفتی؟ بله، فاصله دو عدد متوالی و تقسیم بر تعداد تقسیمات بین دو عدد میکنیم. درود بر شما، خیلی خوبه. خب بچه‌ها خودتون حاضری بزنین، من حاضری همینجا میزنم. خداحافظ شما. فقط حاضریتون رو بزنین و بریم. هر کی بنویسه حاضر. خب پایین بنویسیم؟ پایین بنویسیم بعد. شما که هستین دیگه